آن چیزی که بخواهند هم اونجا میابند، هر چیزی که بخواهند، بخواهند. از نعمت هایی است که خداوند برای بهشتیان قرار داده که هر چیزی که در اونجا بخواهند. من آیه رو بیارم در هر اون چیزی که بخواهند هم خواهند. در سوره مبارکه انسان هم به تفصیل صحبت شده. در بهشت دیگه هیچ مردی و یا زنی که حتی اگه در دنیا ازدواج نکرده باشه دیگه در بهشت جایی برای این نیست، همه ازدواج میکنن. حالا میمونه که آیا این ازدواجی که دارن ثمره داره؟ آیا صاحب فرزند میشن؟ آیا فرزند داشتن شامل ما تشتهی الانفس میشه؟ انسان آرزو کند، بخواهد. این حقیقتا بحثی است که در بین علما بوده و استدلال هایی داشتن. از امور غیبی است، روایت هایی که در این اومده در بین علمای هر دو گروه مورد نقد قرار گرفته. یعنی نمیشه به یک چیز مسلمی رسید که آیا اونجا این فرزند هست، انسان صاحب فرزند میشه یا نه. والله اعلم. از جمله چیزهایی که میشه مطرحش میکنن، میگن که اونجا دیگه انسان صاحب فرزند نمیشود، یعنی که ما تشتهیل انفس اونجا دیگه اشتهای فرزند نمیکنه، اون چیزی که میخواهد. یعنی مثل این که عملا نگونه ایست که انسان اون آرزو رو نمی کنه. و بعد میگن که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بی ایمان، کسانی که ایمان آوردن و ذریهشون به نحو احسن از آنها پیروی کردن. و تبعتهم ذریتهم بی ایمان، ذریهشون فرزندانشون ازشون پیروی کردن. میگن اگه در اونجا بحث خانواده باشه که بحث فرزند باشه اینها، خب این یک حالت تسلسل هی فرزندانی به وجود میان که به حساب پیروی نداشتن. و تبعتهم ذریتهم به ایمان، ذریهشون ایمان داشتن و بر اساس ایمان از اینها پیروی میکردن، یعنی اینها هم مسلمون بودن، ایمان داشتن به خدا. الان صاحب فرزند بشه در اینجا دیگه این فرزند شامل این آیه نمیشه. والله اعلم. حقیقتا جز امور غیبی است. اولا که خدا میفرمون که کسی که از آتش نجات پیدا کنه فمن زحزح عن النار و به بهش بره و ادخل الجنه فقط فاز، نجات یافته، پیروزی این هست. این ها اموری است که حالا انسان بداند یا نداند، صاحب فرزند بشود نشود، تأثیری بر نعمت هایی که خداوند برای بندگان مؤمن خودش قرار داده نداره. حالا ما اونجا صاحب فرزند بشیم یا نشیم، یه چیزهایی است که در آینده ما داریم خودمون رو درگیرش کردیم. مهم این است که انسان الان ایمان، عمل صالح اینو داشته باشه که خدا فرمان که من بهشتو برای مؤمنان کسانی که عمل صالح انجام میدهند قرار دادم.